امرالله صالح طالبان را افشا کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای چینل وان اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. طلوع نیوز می نویسد امرالله صالح طالبان هنوز هم با شبکه القاعده رابطه دارند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور میگوید با وجود توافق آمریکا با طالبان برای قطع رابطه گروه طالبان با شبکه القاعده، این گروه هنوز هم با القاعده رابطه دارد و جداسازی این دو گروه دشوار است. آقای امرالله صالح می افزاید که نیروهای دولتی افغانستان سه عضو شبکه القاعده را در جنوب کشور در یکی از پایگاه های طالبان از بین برده اند. ده ماه پس از امضای توافق نامه دوحه و تعهد طالبان برای جداسازی خودشان از القاعده، نیروهای ویژه شجاعمان را سه عضو القاعده را در یک پایگاه طالبان در جنوب افغانستان از بین بردند. به نظر می رسد که این جداسازی دشوارتر از یک جا ماندن است. تایید کار شیوه برای عملی ساختن هر گونه توافق یک نیاز است. وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که شواهد انکارناپذیر مبنی بر حفظ روابط طالبان با القاعده را در اختیار دارد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گفت شواهد انکارناپذیر وجود دارند که طالبان با گروه های تروریستی به ویژه با شبکه القاعده رابطه دارند. کشته شدن یکی از رهبران القاعده در غزنی، هلمند و چند ولایت دیگر نشان از حضور القاعده زیر نفوذ طالبان است. وزارت دفاع ملی نیز با پخش تصویرهای گفته است که نیروهای امنیتی دو روز پیش در یک حمله هوایی در ولسوالی ناوه ولایت هلمند چهار عضو شبکه القاعده را از بین بردند. دو ماه پیش ابو محسن المصری که فرد شمار دوم شبکه القاعده گفته شده است نیز در یک عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا شماری از فرماندهان شبکه های القاعده را در افغانستان 200 تن گفته است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی بیان داشت هنوز هم جنگجویان القاعده در میان طالبان حضور دارند و با حمایت طالبان علیه مردم و نیروهای دولتی افغانستان جنگ میکنند. اما مولوی عبدالحکیم شرعی یک عضو شورای رهبری گروه طالبان میگوید که این گروه به هیچ جنگجوی خارجی اجازه استفاده از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر نمیدهد. تسلیمی اسامه بن لادن خلاف شریعت بود. حالا هم امر رای آنان این توافق نشده است یک مسلمان را به آنان تسلیم میکنیم، بلکه این توافق شده است که به آنان جای نمیدهیم. در ماه جوزای امسال گروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان گفته که رهبران بلندپایه شبکه القاعده و صدها جنگجوی این شبکه در افغانستان فعالیت دارند، گزارشی که از سوی طالبان به بنیاد گفته می شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشید. خداوند حافظ و نگهدار شما باشد.